بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما بینندگان عزیز، همراهان شبکه خبر. دعوت میکنم با گفتگوی صبحگاهی امروز با ما همراه باشید. رئیس مرکز ملی فضایی از راه اندازی 3 مرکز رشد فناوری فضایی در کشور خبر داده و گفته که سهم اقتصاد فضایی تا سال 1404 به 7000 میلیارد تومان میرسد. درباره برنامه‌های مرکز ملی فضایی در اولین بخش از خط خبر امروز گفتگو می‌کنم با دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی. آقای منطقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز برنامه و امیدوارم اطلاعات مفیدی خدمتشون تقدیم بکنیم. ان شاءالله همینطور خواهد بود. ما که قبل از شروع برنامه هم داشتیم بهره می‌بردیم از اطلاعات جناب علی. با همین سه مرکز رشد فناوری فضایی شروع بکنیم. برنامه چی هست؟ کی قرار هستش که راه اندازی بشه و به بهره برداری برسه؟ بله. خب یکی از سیاستایی که توی در واقع بخش فضایی کشور میتونیم بگیم تو 3 سال اخیر اومده و شکل و خیلی به پرشتاب داره میره جلو، این هستش که وابستگی به دولت رو کمتر بکنیم و این رو ببریم توی بخش خصوصی. و برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید ما یه سری شرکت های دانش بنیان رو تربیت بکنیم و ایجاد بکنیم که بتونن بیان و یک سری از ماموریت‌ها رو انجام بدن. تو بخش فضایی 3 بخش در واقع هستش که شما میتوانید خدمات رو به در واقع مردم کشور و جای مختلف دنیا برسونید. بخش مخابرات هستش، بخش سنجش از راه دور هستش و بخش ناوبری. هر 3 تا بخش الان برنامه‌ریزی شده که بیاد و از شرکت‌های در واقع بخش خصوصی دانش بنیان تو این زمین استفاده بشه. تو بخش مخابرات سازمان فضایی یه برنامه مفصل داره و قرار هستش که کل ماهواره‌ای که ما در اختیار داریم یا در اختیار خواهیم گرفت این رو بیان پهنه باندش در اختیار شرکت های خصوصی بذارن، اونها بیان و به سطح در واقع اپراتور های خصوصی عمل بکنن. مرکز ملی فضایی با توجه به اینکه کاربری های سنجش از راه دور که 28 نهاد کشور دارن استفاده میکنن و عمدتا استفادهش یا باید به شخص باشه یا به در واقع بنگاه باشه و برای استفاده ناپدید، مثلا فرض کنیم همین الان اسنپ یا مثلا فرض کنیم که تپس که دارن استفاده با استفاده از اطلاعات ناوبری در واقع کار خودشون رو انجام میدن. ما هم این دو تا و ما در واقع خدمت رو به عهده گرفتیم. دو تا مرکز شتابی که داریم درست میکنیم این هستش که ما بیایم در واقع شرکت هایی داشته باشیم که اطلاعات فضایی رو که در واقع ایجاد میشه یا توسط خودمون یا توسط دیگران بگیرن، پردازش بکنن و در اختیار در واقع مصرف کننده مختلف قرار بدن. دو مرکز روی در واقع میتونیم بگیم شتاب دهند روی بحثای سنجش از روی دور و ناوبری هست. یه مرکز دیگه هم با توجه به اینکه تجهیزات رو هم داریم به این سمت میبریم که بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری داشته باشه، از اجزای ماهواره و اجزای در واقع پرتاب کننده شروع کردیم. برای مرکز رشد سومی که دنبالش هستیم این هستش که بیایم و مجموعه های مستعد رو ببریم توی در واقع بخش هایی که ایجاد شرکت هایی بکنن که اجزای ماهواره رو به ترتیب و اجزای پرتاب کننده رو بسازن و نهایتا ما بخش توی بخش در واقع میتونیم تعریف از ساخت ماهواره و ماهواره صرفا یک پارچه سازی و تست های نهاییش رو انجام بدیم و تمام اجزا توی این بخش خصوصی ساخته بشه که به احتمال زیاد قسمت مرکز در واقع شتاب سوم در جواد یک دانشگاه ایجاد خواهد شد و دو تا مرکز دیگه میتونن به اصطلاح بیان و توی پارک های امن فناوری یا در واقع مرکز خاص باشن که بیاد و ایجاد بشه. انشالله برنامه زمانی به چه صورت هست؟ یعنی که قرار هستش که راه اندازی بشه؟ برنامه زمانی هستش که ما امسال هر 3 تا رو بیایم و کار راه اندازیش رو شروع بکنیم و انشالله شروع بکنیم به اینکه شرکت های دانش بنیان رو تربیت بکنیم و در اختیار این 3 بخش بذاریم. چون یه نکته ای هم که شما اشاره کردید، توی 1404 ما باید حدوداً 17000 تا شرکت دانش بنیان توی این بخش تخصصی داشته باشیم. الان چند تا داریم؟ در حال حاضر 1300 تا انواع مختلفش داریم. یعنی ما باید در واقع رشد 1300 شرکت دانش بنیان در حوزه فضایی. حوزه فضایی تو بخش همون 3 بخش که من گفتم و تو بخش ساخت اجزا که این باید بیاد و نهایتاً به حدود 17000 تا برسه. برای این پس ما یه رشد شتاب دهنده رو داریم و باید بیم و این رو هرچه سریعتر شروع بکنیم. الان در حال این هستش که در واقع گروه های مختلف رو داریم برایشون برنامه ریزی میکنیم و امیدوار هستیم که ظرف آبان آذر این کار رو انشالله بیم و شروع بکنیم. این نکته که اشاره کردید تا افق 1404 تعداد شرکت ها به این عدد میرسه به صورت واقعی و به صورت کیفی؟ ببینید ضمانت این هستش که ما بیم یک بازار کسب و کار برای اونها بیم ایجاد بکنیم. برآورده اول ما نشون میده که ما میتوانیم تا افق 1404 حداقل
7000 میلیارد در واقع بازار برای بخش‌های دوامتر می‌گیم که همین سه بخشی که گفتم داشته باشیم. و همونطوری گفتم این حداقل هستش، با یه مقدار تلاش بیشتر و به خصوص توی صحنه بین‌المللی و با مشارکت تو کشورهای مختلف و با همکاری با کشورهای مختلف این عدد می‌تواند حتی به دو برابر هم افزایش پیدا بکنه. تعداد شرکت ها رو میفرمایید؟ همطوری که گفتم اول بازار رو میخواییم تثبیت بکنیم و حجم بازار رو ببریم بالا. وقتی حجم بازار بره بالا طبعا دوام تا میگیم که مجموعی هستن که اگر درست بشن به صورت پایدار میتونن کار بکنن. چون یکی از مشکلاتی که شرکت های دانش بنیان دارن این هستش که اول میان با یه بازار اولی ایجاد میشن، منتها اگر این بازار پایدار نباشه بعد از این مدت فعالیتشون یا کم میشه یا اینکه بله متوقف میشه. بنابراین ما از انتها شروع کردیم و گفتیم که حتی اگه سعیمونی باشه که بیایم به این بازار جذاب و با حجم بالا ایجاد بکنیم و سپس شرکت هایی داشته باشیم که بتونن این بازار رو بیان و بله قوش بکنن. خب الان این موضوع بازاریابی و تجاری سازی در چه وضعیتی هست؟ این ما با توجه به که نیاز سنجی کردیم توی بخش‌های مختلف دقیقا این عددی که هستش اندازه‌گیری شده که مثلا فرض کنید که توی از این 7000 میلیارد یه چیزی حدود 4600 میلیاردش تو بخش ارتباطات هستش، یه چیزی حدود 700 میلیاردش تو بخش ارتباطات هستش، ما بقیش تو قسمت ناوبری هستش. و اینا اومده و واقعا نیاز سنجی شده، با دستگاه‌های مختلف صحبت شده، با اون پروتکل‌های اولیه تنظیم شده و بر مبنای اون به که هر کدوم اینا میتونن بیان فعال بشن ما این شرکت رو هم به موازاتش میایم و ایجاد میکنیم و آمادهشون میکنیم که بتونن بیان این خدمت رو انجام بدن. الان اقتصاد فضایی کشور چقدر هست که قرار است در 1404 به اون عدد برسید؟ الان عدد دقیقی که محاسبه شده توسط دوستانمون 2450 میلیارده. که الان نکته جالب این است که این 2450 میلیارد 80 درصدش در اختیار دوامت میگیم که مجموعه خارجی هستش، اما 20 درصدش در اختیار ماست. که این 20 درصد 18 درصدش تو مخابرات، تو بخش ناوبری و توی بخش سنجش هست، دو تا 1 درصد هستش. یعنی نشون میده که ما توی اون دو تا بخش آخری که خدمتتون گفتم خیلی کم کاری کردیم و اینو باید به سرعت بیایم و هم نیاز کشور پاسخگو باشه و هم بتونیم بیایم و یک اقتصاد جدید دانش بنیان رو در واقع رقم بزنیم. منظورتون چی هستش که در اختیار بخش خارجی هست؟ عمدتاً تامین کنندش یا پرمیبانده که خارجی ها هستن به ما میفروشن یا تجهیزات هستش که خارجی ها در واقع به در واقع میفروشن. بنابراین تامین کنندش داخل کشور، در صورتی که در داخل کشور این استعدادها وجود داره و با توجه ویژه‌ای که همونطوری گفتم در 3 سال اخیر روی این بخش شده، امیدوار هستیم که این روندی که گفتم به 7000 میلیارد ان شاءالله تو 8 سال آینده برسیم. احتمال داره که بیشتر از اون عدد هم باشه با این روندی که اشاره می‌فرمایید؟ بله، اینی که محاسبه کردیم بر مبنای حداقل ها هست. یعنی فرض کنیم 7000 میلیارد حداقل هست. بله بله، چون نکته خیلی مهمی این هستش که وقتی که شما بیاید و مزیت هایی که فرض دارید برای بخش مختلف اقتصاد آشکار بکنید، اونها داوطلب بیشتر میشن که از این خدمات بیان استفاده بکنن. ما توی خیلی از این بخش‌ها به عنوان مثلا بخش جدیدی که میاد ایجاد میشه مثلا اینترنت اشیا رو محاسبه نکردیم، در صورتی که ما مطمئن هستیم که تو 4 5 سال آینده این بخش خیلی جدی توی بخش صنعتی کشور توی بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. بنابراین همونطوری که گفتم این عدد کافی هستش. این مزیت‌هایی که می‌فرمایید چه مواردی رو بیان می‌کنید؟ مزیت‌های فضا در بخش اقتصاد؟ ببینید یکی از ساده‌ترین مزیت‌هاش این هستش که مثلا ما مشکل آب داریم. خب ما تمام منابع آبی کشور رو میتونیم شناسایی بکنیم، میزانش رو اندازه‌گیری بکنیم، جاهایی که داره بیش از حد مصرف میشه در واقع کسایی که در واقع اون رو مدیریت میکنن میتونن هشدار بدن و کنترل بکنن. نکته بعد این هستش که ما برای خیلی از 93 درصد میگه از منابع آبی تو قسمت کشاورزی هستش، ما میتونیم آبیاری کشاورزی هوشمند بکنیم، یعنی اون جایی که لازم هست آبیاری بیام انجام بدیم. به کمک اطلاعات فضایی و سنسورهایی که رو زمین گذاشته میشه شما رطوبت خاک رو اندازه میگیرید و متناسب با در واقع میزان رطوبتی که هستش قسمت که اطلاعات فضایی هست با اون تلفیق میشه به شما میگه الان آبیاری بکنی یا نکنی. پیش میاد این هستش که تو بخش آبیاری صرفا در بخش کشاورزی ما بتونیم 35 درصد صرفه جویی داشته باشیم. این بخش در سایر بخش مختلف بهره برداری از معادن. این نقطه موقت بذاریم، خبر رو ببینیم، برگردیم بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم فنی‌پور سلام، صبح شما بخیر. سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. متشکرم. خبرهای کوچک حسینی در خدمت شما هست. خواهش می‌کنم. ممنونم خانم فنی‌پور. در گفتگوی صبحگاهی امروز
نگاهی داریم به برنامه‌های مرکز ملی فضایی با حضور آقای دکتر منوچهر منطقی رئیس این مرکز. آقای منطقی، درباره مزیت‌های اقتصادی فعالیت‌های فضایی در کشور توضیح می‌دادید و یک نمونه در حوزه آبیاری و کشاورزی مزیت‌ها رو بیان کردید. خیلی خلاصه این بخش رو جمع‌بندی بکنید بتونیم بریم سراغ سایر موارد. علی، من دو سه بخش دیگه که میام اضافه بکنم. خب، یکی از بحث‌های مهم کشور معادن هستش. ما الان ارزش معادنی که اومدیم کشف کردیم 770,000 در واقع میلیارد دلار هستش، در صورتی که ما هنوز بیش از 30% از معادنمون رو اومدیم شناسایی کردیم. اگه بتونیم با کمک اطلاعات فضاپایه این شناسایی انجام بدیم، مطمئنن این عدد چند برابر میشه، یعنی با ثروت ملی چند برابر میشه. و یه بحث دیگه این هستش که با کمک اطلاعات فضایی میتونیم بگیم که آیا معادن به صورت اصولی دارن بهره برداری میکنن، در واقع سرریزای اضافهشون رو آیا دارن در محیط زیست پخش میکنن یا پخش نمیکنن، یعنی مدیریت در واقع میتونیم بگیم محیط زیست رو با کمک اطلاعات فضایی میتونیم انجام بدیم. یکی از بحثهای خیلی مهمش که هستش بحث پایش در واقع میتونیم بگیم که ساخت و سازهای شهری هستش. شما در واقع به زحمت با آدم‌های مختلف دارید این در واقع ساخت سازا رو کنترل می‌کنید، در صورتی که با اطلاعات فضایی شما میتونید بیاید اگه حتی مثلا فرض کنید یک ساختمون 10 سانتی متر در واقع از ارتفاع مجازش تخطی کرده، اون میتونید بیاید در واقع شناسایی بکنید و در واقع جلوشو بگیرید. پیش نمی‌بینید میشه که مثلا این استفاده از اطلاعات فضایی توی پایش در واقع ساخت ساز شهری 70% میتونه بیاد و موثر باشه. و آخرین بخشی که من میتونم بهش اشاره بکنم جنگل ها هستن که همونطوری که میدونید تخریب زیادی داره تو جنگل ها صورت میگیره. با کمک دعوا پایش در واقع میتونید بگیم که فضایی میتونید بیاید و جنگل ها رو دقیقا تحت کنترل داشته باشید و از تخریبشون و یا در مواقع بحران از در واقع آتش سوزی پیش آگاهی بدید که حداقل حجم تخریب بسیار کم در بشه. اینکه اظهار نظر پیش از این جناب عالی داشتید که 10 پروژه در راستای توسعه بین المللی در دستور کار هست برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی. این پروژه ها چه مواردی هستن و الان در چه وضعیتی قرار دارن؟ بله، ببینید، ما توی بین کار در یکی از بازم بحثی که توی مورد توجه قرار داریم بحث کار دوام همکاری بین المللی بود. قبل ما همکاری بین المللی به این صورت بود که می‌خواستیم بگیم که حالا به ماهواره مشترک بسازیم. دیدیم که خیلی از کشورهای کمی هستن که تو این زمین بودن کار بکنن. بعد دیدیم که رویکردمون اشتباه است. گفتیم که ما بیایم از فعالیت علمی و فناورانه شروع بکنیم. بنابراین رفتیم با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شروع کردیم به دعوا تعریف فناوری‌هایی که دعوا می‌تونیم بگیم فناوری روز دنیا هستن و با اونها اومدیم و 18 تا در واقع پروژه تعریف شد که از میان اونها 10 تا انتخاب شده و این 10 تا الان در حال اجرا هستش و نهایتا خروجی نه، اگرچه در واقع یه مقاله علمی یا سمینار میشه، ولی یکی از فناوری کلیدی که ما در آینده بهش نیاز داریم رو میتونیم در واقع بیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. و ما امیدوار هستیم که این حجم کاری رو اگه بتونیم توسعه بدیم، حالا میتونیم اثبات بکنیم که جمهوری اسلامی ایران دانشمندانش قابلیت های بالا دارن و میتوانن علاوه بر دسترسی به فناوری ها برن روی کارهای سطح بالاتر مثل ساخت ماهواره مشترکی مورد نظر ما بود یا پرتاب کننده بیایم و وارد بشیم و پروژه مشترک فضایی رو به عنوان مثال با کشورهای اکو یا کشورهای D8 یا کشورهای حوزه کشورهای اسلامی و سایر کشورهایی که در منطقه هستن این رو بتونیم بیایم و انجام بدیم. این پروژه در کدام حوزه بیشتر هستن به غیر از همین ماهواره مشترک اشاره کردین؟ چه موارد دیگری در دستور کار هست؟ پروژه‌ای که هستش، ببینید، خود ماهواره یه مجموعه وسیع هستش و همونطوری که خدمتتون توضیح دادم سه نوع ماهواره مخابراتی هستش، ماهواره سنجشی هست و ماهواره ناوبری. به عنوان مثال ما برای اینکه بتونیم بیایم یه سیستم معادل مثلا جی پی اس داشته باشیم، خب یک برنامه داریم، میتونیم این رو مثلا تعمیم بدیم به جای اینکه کشور ما رو پوشش بده، به عنوان مثال 5 کشور منطقه رو پوشش بده و این هم هزینه سرمایه گذاری میاد پایین تر و همین که ما میتوانیم با دقت بیشتری اطلاعات رو در واقع در پردازش بکنیم و در اختیار دیگران بذاریم. چون وقتی سرمایه میره بالا، شما به جای اینکه به عنوان مثلا 5 تا ماهواره بذارید که بیان اطلاعات مکانی رو بدن، شما میتونید 10 تا ماهواره بذارید و اطلاعات مکانی با دقت خیلی بالاتری بیاد و در واقع در اختیار مصرف کننده ها قرار بدید. برای یک بخشش ماهواره است. یه بخش دیگه که ما دنبالش هستیم بحث این هستش که آیا می توانیم یک پرتاب کننده ارزان قیمتی رو توسعه بدیم؟ البته خودمون این کار رو داریم میکنیم، ولی یکی از جنبه‌های خیلی خوبی که می تواند همکاری مشترک ایجاد بکنه که ما توی
پرتاب کننده جزو 12 تا کشوری هستیم که داریم این فناوری داریم و خیلی از کشورهای دیگه که حدود 70 تا کشور هستن که بخشای فضایی کار میکنن این قسمت رو ندارن. من یکی از مزیت‌های بزرگ ما توی این قسمت هستش، این هم در واقع یکی از بخشای هستش که به دنبال در واقع توسعه پروژه مشترک در مورد فناوری هایی که خدمتتون توضیح دادم، این رو هم میتونه توی دستور سوم کار ما قرار بدیم. تو دستور دوم ما قرار است. برنامه زمانبندی این ده پروژه چگونه تعریف شده؟ از کی عملیاتی میشه؟ اصلا شدن. شدن. بله، پروژه‌ای که هستن در جاری هستن و اینها پروژه‌ای که تعریف شدن بین 14 تا 18 ماه هستن، کوتاه مدت هستن و میتونیم بگیم انتهای سال آینده همه اینا تموم میشه و ان شاء الله مثلا عرض کنیم که 20 پروژه دیگه حتما شروع میشه. با همین هدف. با همین هدف شروع میشه. بله. در این مجموعه مباحثی که داشتیم در حوزه فعالیت اقتصادی و اقتصاد فضایی و نکته‌ای که اشاره کردید در بحث تجاری سازی، الان تجاری سازی فعالیت فضایی کشور در چه نقطه و چه جایگاهی قرار داره و قرار هست به کجا برسه؟ همونطوری که گفتم ما در بخش فضا توجه عمده ما این بودش که بتونیم بیایم فناوری‌ها رو در دانشگاه توسعه بدیم، اینو تبدیل بکنیم به ماهواره یا پرتاب کننده. دنبال این بودیم که ما بیایم و در واقع فناوری فضایی بهش دسترسی پیدا بکنیم. فناوری فضایی اصولا برای این هستش که شما بیاید در اقتصاد خودتون استفاده بکنید. بنابراین ما این قسمت رو کمتر توجه داشتیم. تو بازنگری که تو سال گذشته کردیم قرار شدش که ضمن اینکه ما توسعه فناوری به صورت دوا بومی و بین‌المللی داشته باشیم، دو تا فعالیت دیگه هم به موازات شروع بکنیم. یک این هستش که ما بیایم از این اطلاعات فضایی که داریم یا اطلاعات فضایی که دیگران در اختیار ما می‌ذارن در جهت اقتصاد که توضیح خدمت مردم استفاده بکنیم. دو این هم هستش که ما همکاری های بین المللی که بازم هم میتوانند بازار ما رو توسعه بده، بازار اقتصادی ما رو، و هم میتوانند فناوری ما رو توسعه بدن مد نظر قرار بدیم. به بیان دیگه ما تا 3 سال پیش عمدتاً روی توسعه فناوری کار میکردیم، ولی الان هم روی توسعه فناوری هم اقتصادی کردن با شتاب خیلی زیادی داریم این کار رو انجامش میدیم و همین که همکاری بین المللی رو بگیم و توی برنامه کاری قرار بدیم که خوشبختانه توی این 3 سال گامای خیلی خوبی برداشته شده و امیدوار هستیم که این 3 تا کار که به موازات هم جلو میره بخش اقتصادی خیلی پررنگتر بتونه بیاد اطلاعاتش و مزیتش در سطح جامعه تسری پیدا بکنه. انشالله در بخش فعالیت های فضایی و فعالیت بجوش اشاره کردید که یک شتاب دهنده های نیاز هست به ویژه در حوزه دانشگاهی. در بخش اقتصادی هم طبیعتا این شتاب دهنده ها نیاز هست. بله. چطور تعریف شدن این شتاب دهنده ها؟ همطور که خدمتون گفتم ما برای اینکه بیایم به عنوان مثال بازار 700 میلیاردی سنجش از راه دور رو پاسخ بدیم، فرض کنیم که هر کدوم از اینها مثلا فرض کنیم که سالانه بین 1 تا 10 میلیارد یک شرکت باید پاسخ باشه، طبعا ما باید بیایم اینجا بین 70 تا 700 تا شرکت ایجاد بکنیم. برای اینکه مثلا بیایم و در واقع شرکت هایی رو ایجاد بکنیم که خیلی سریع به این دستاورد برسن، لازم هستش که هم تو این شرکت ها بیایم و چگونگی استفاده از این اطلاعات، چون تحلیل های خیلی زیادی این بخش داره و این شرکت ها باید بیان از مجموعه های مختلفی استفاده بکنن، خب ما این رو در واقع بهشون آموزش میدیم. منتها خب کسب و کارم یه سری ادبیات خاص خودش رو داره، ادبیات کسب و کارم یه عده دیگه میان بهشون آموزش میدن. این میشه برای مواردی که ما به صورت آشکار داریم. منتها خود وقتی شرکت های دانش بنیان میان حوزه های دیگه ای رو کشف میکنن که ما توی برنامه‌مون نیست، با اون که گفتم این 700 7000 میلیارد حداقل هستش به این دلیل هستش، و اونا وقتی که بیان با توجه به اینکه آدم های فوق العاده کارآفرینی هستن میتونن حوزه های اقتصادی دیگه در تشخیص بدن و ما هم بهشون کمک میکنیم که این حوزه ها هم بازارش بیاد ایجاد بشه که بتونن اونا بیان فعالیتشون رو در واقع همراه دیگران که برای این اهداف خاص هست اون رو هم بیان شروع کنن. آقای منطقه، الان اجرای سند جامعه توسعه هوافضا در چه مرحله ای هست؟ برنامه ما توضیحی که من بازم تکمیل بگم، همه فعالیتمون اصولا بر مبنای نقشه جامعه هوافضا است. ما اومدیم سند هوافضا رو پایش کردیم، 7 هدفی که تو اونجا بودش اومدیم تو 7 گروه تقسیم کردیم. تمام برنامه‌های آینده رو که تعریف کردیم از جمله همین فعالیت اقتصادی در راستای اهدافی هستش که توی سند گذاشته شده. برای من الان میتونم بگم که به صورت خیلی دقیق ما داریم اهداف رو هم در واقع
پایش میکنیم که چقدر چند درصد پیشرفت کردیم، یه مدل براش ایجاد کردیم و مطلب بعدم این هستش که برای اونها توی سالهایی که برنامه‌ریزی کردیم داریم سعی میکنیم که توی همون سالها بتونیم به اون اهداف رو محققش بکنیم. کدام بخش از سند با مشکل احیانا مواجه هست اجراش؟ ما میتونیم بگیم که همه بخش‌های سند در واقع میتونیم بگیم که یک عقب افتادگی نسبی داشتش. مثلا ما توی 19 سال قبل که اومدیم یه پایشی کردیم میدیم که سالانه 1% نقشه سند جلوتر رفته. یه در واقع آرزیابی کردیم، دیدیم که 3 آرزه مهم بوده که این سند در واقع یه مقدار رشدش کند بوده. اولین بخشش این بودش که خب ما مجموعه خیلی زیادی داشتیم که هماهنگ با همدیگه نبودن، برای اولین کاری که کردیم این است که یک پارچگی بین تمام نهادها به وجود آوردیم. الان میتونم بگم که تمام بخش‌های فضای کشور تحت عنوان یک برنامه که بنابر از سند گرفته شده دارن میان و راهبری میشن. پس این نکته اول بود. نکته دوم این بودش که بودجه های دولتی که میاد به این کار تخصیص پیدا میکنه کفایت نمیکنه و ما باید دنبال منابع بودجه دیگه باشیم. دو تا منبع رو پیش بینی کردیم، یکی این هستش که ما بیایم و از امکانات بخش خصوصی استفاده بکنیم که توضیح خدمتتون دادم. یه بخش دیگه این هستش که خب منابع بین المللی هم هستن، ما کمتر سراغشون رفتیم که فعلا با پروژه های علمی و فناوری شروع کردیم. این هم در واقع عامل دومی بودش که وجود داشت. عامل سومی که وجود داشت این بودش که این بخش‌های مختلف باید پر اینکه بخواد میان یک برنامه رو انجام بدن باید به دوام به صورتی بیان در راستای همدیگه و برای برنامه‌های مختلف ما آرایش‌های مختلفی داشته باشیم که الان این آرایش‌ها اومده بر مبنای اهداف سند ایجاد شده و ما به عنوان مثال اگر 7 تا سند 7 تا هدف داریم الان می‌تونیم بگیم که تمام جامعه فضایی مون تو این 7 تا در واقع بخش یا 7 تا گروه ساماندهی شدن و کار رو با سرعت خیلی خوبی دارن میان جلو. پیش بینی ما این هستش که اون سالانه رشد 1% حداقل به 5% در سال برسه. نقاط قوت و توفیقات غالبا در کدام بخش رو در حوزه فضایی هست؟ ما نقطه قوتی که داشتیم تو حوزه فناوری بودش و طبق بررسی که در واقع سازمان‌های بین‌المللی تو این زمینه کردن ما می‌تونیم بگیم که شتاب‌ترین رشد رو تا سال 2013 کشور ما داشته و می‌تونیم بگیم که از این نظر توانمندی فوق‌العاده زیادی داریم. تا توانمندیمون با برنامه‌هامون در واقع نمی‌خوره، یعنی توانمندیمون خیلی بیشتر از برنامه‌مون هست. واسه همین هم هستش که برنامه رو اومدیم هم متنوع کردیم و همین که در واقع توسعه دادیم به حوزه بین‌الملل که بتونیم از این توان در واقع خدادادی که در جمهوری اسلامی ایران هست که توان علمی بسیار بالایی هست استفاده بکنیم. به عنوان مثال ما توی بخش علمی 2016 15 بودیم، 2017 اومدیم 11 شدیم و واقعا اینو میتونم در واقع ادعا بکنم که با یه مقدار در واقع پایشی که تو بخش علمی و فناوری میتونیم صورت بدیم میتونیم این رو تا رتبه های 6 و 7 در واقع ارتقا بدیم. در سال 2018 در سال 2018 نه ولی میتونیم بگیم که در مثلا 3 تا 4 سال واقعا میتونیم به این هدف برسیم. در بخش طراحی و ساخت ماهواره الان در چه جایگاهی هستیم؟ به چه پیشرفتی دست پیدا کردیم توی سال‌های اخیر؟ ببینید طراحی و ساخت ماهواره توی 3 تا رده میاد تعریف میشه. یه رده هستش که اول شما میخواهید ببینید که اولا ماهواره رو میتونید تو فضا بذارید. معمولا میگن این رده دانشجویه، عمدتا دانشگاه هستن که میان فعالن و تو این زمینه کار میکنن. بخش دوم این هستش که دیگه شما میرید به اینکه از این ماهواره بیاد استفاده بکنید، میشه ماهواره نیمه عملیاتی که حداقل 2 تا 3 سال در واقع زمان دارن و نهایتا میرسید به ماهواره عملیاتی که بالای 10 سال فعالن. ما الان توی بخش ماهواره نیمه عملیاتی هستیم و داریم خودمون آماده میکنیم ورود پیدا بکنیم به طراحی و ساخت ماهواره های عملیاتی. در آینده نزدیک پرتاب ماهواره خواهیم داشت به فضا؟ ببینیم الان با توجه به کارهایی که تو بخش ماهواره و بخش پرتاب کننده کردیم آمادگی داریم که این کار رو به دروازه کشور بیاد و انجام بده و به مجردی که بر مبنای در واقع مجوزه که مقامات بالا تشخیص میدن و این رو بیاد صادر بشه قطعا این کار میتونه اتفاق بیفته. یعنی الان کامپیک میام الان ما آمادگیمون اعلام کردیم هست. بله ولی فقط این هستش که در حال یه سری ملاحظات دقیق و اقتصادی سیاسی داره که این هم باید در نظر گرفته بشه. یکی موضوعی که در سند جامعه توسعه هوا فضا که در موردش صحبت کردیم بهش اشاره شده ساخت منظومه های ماهواره کوچک و پرتابگرهای ارزان قیمت هست. در این
بخش الان در چه جایگاهی هستید؟ به چه رسیدید؟ این قسمت واقعا توی سند دیده نشده بود. تا ما یه نکته‌ای که هست این است که ما پایش باید بکنیم ببینیم که توی دنیا چه اتفاقایی میفته. یکی از اتفاقایی که دنیا افتاده این است که با توجه به اینکه فناوری پیشرفت کرده، به جای اینکه ماهواره‌های بزرگ رو مثلا یه ماهواره یک تنی رو بسازن که بیاد و اطلاعات مثلا واسه مکانی با دقت یه متر به شما بده، الان این یک تن رسیده به حدود 10 تا دوام میتونیم بگیم که 1 تا 10 کیلو. بنابراین پس ما کانون های توجه همون بودش که بریم به سمت ماهواره کوچک. بعد معمولا این ماهواره کوچک رو برای اینکه بتونن بیان خلای ماهواره بزرگ برگن به سطح منظومه میان درست میکنن. بنابراین یکی از پروژه هایی که الان تعریف کردیم و روش داریم با صورتون خوبی جلو میدیم ساختن منظومه از ماهواره کوچک هستش. و یه بحث دیگه این هستی که با توجه ما پرتاب کننده تمام فناوریش داریم، میتونیم بیایم پرتاب کننده ارزون قیمتی بسازیم که بتونیم بیایم وارد بازار رقابتی این بخش بشیم. بنابراین منظومه ماهواره و پرتاب کننده ارزون قیمت مواردی بود که ما اومدیم و کل دنیا رو پایش کردیم، دیدیم این دوتا بخش هستن که خیلی روش توجه داره میشه و این رو به برنامه اضافه کردیم. و یه نکته جالبم خدمتتون بگم این است که تو این بخش ما میتونیم بگیم همون 80% فناوری به قوه داریم و کافی هستش این انشالله بیم و بلفلش بودم انشالله. ما بودن 40 ثانیه فرصت داریم، علاوه بر مجموع مطالبی که بیان کردید، خبر جدید و ویژه در حوزه فضایی برای مردم چی دارید؟ ببینید خبر ویژه این هستش که ما تا حالا از بخش فضایی خبرهای ناامید کننده زیاد شنیدیم که خب بودجه نیستش، نمیدونم اینها اصلا با هم دیگه رقابت میکنن. میخوام بگم که الان همطوری که گفتم از 3 سال پیش زحمتی که شده توی نقطه فعلی که هستیم یک مجموع فضایی منسجم رو داریم و این انسجامش باعث میشه که توانمون چند برابر بشه. و نکته مهم این هستش که اومدیم و دریچه های دیگر رو برای بودجه های مختلف باز کردیم و امیدوار هستیم که تمام برنامه ها رو حتی میتونم بگم که جلوتر از برنامه هایی که در سند پیش بینی شده انشالله بتونیم بیایم. انشالله بسیار خوب. خیلی متشکرم. درباره برنامه های فضایی گفتگو داشتم با آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی. سپاسگزارم از همراهیتون.